فصل 21. وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی‌های اورشلیم و به دهکده بیت فاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت به دهکده مقابل بروید. نزدیک دروازه آن الاغی را با کره‌اش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و پیش من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد، بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید. و به این وسیله پیشگویی نبی تحقق یافت که می‌فرماید: به دختر صهیون بگویید این پادشاه تو است که بر الاغی نشسته و بر کره چهارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو می‌آید. آن دو شاگرد رفتند و آنچه با آنها گفته شده بود انجام دادند. با آن الاغ و کرش را آوردند. وانگاه رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. جمعیت زیادی جاده را با رداهای خود فرش کردند و بعضی شاخه‌های درختان را می‌بریدند و در راه می‌گسترانیدند. آنگاه جمعیتی که از جلو می رفتن و آنها که از عقب می آمدن فریاد می زدن و می گفتن: مبارک باد پسر داوود، فرخنده باد آن کسی که به نام خداوند می آید، خدای متعال او را مبارک سازد. همین که عیسی وارد اورشلیم شد، تمام مردم شهر به هیجان آمدند و عده‌ای می پرسیدن: این شخص کیست؟ جمعیت پاسخ می دادن: این عیسی پیامبر است که از ناصره جلیل آمده است. آنگاه عیسی به داخل معبد رفت و همه کسانی را که در صحن معبد به خرید و فروش اشتغال داشتند بیرون راند. او میزهای صرافان و جایگاه‌های کبوتر فروشان را واژگون ساخت و به آنان گفت: کتاب مقدس می‌فرماید خانه من نماز خانه خواهنده خواهد شد، اما شما آن را مغاره دزدان ساخته اید. نابینایان و مفلوجان در معبد به نزد او آمدند و او آنها را شفا داد. سران کاهنان و ملایان یهود وقتی معجزات بزرگ عیسی را دیدند و شنیدند که کودکان در معبد فریاد می زدند مبارک باد پسر داوود، خشمگین شدند. آنها از عیسی پرسیدند: آیا میشنوی اینها چه میگویند؟ عیسی جواب داد: بلی میشنوم. مگر نخوانده اید که کودکان و شیرخوارگان را میآموزی تا زبان آنها به حمد و ثنای تو بپردازد؟ آنگاه آنان را ترک کرد و از شهر خارج شد و به بیت انیا رفت و شب را در آنجا گذرانید. صبح روز بعد وقتی عیسی به شهر برگشت گرسنه شد و در کنار جاده درخت انجیری دیده به طرف آن رفت، اما جز برگ چیزی در آن نیافت. پس آن درخت را خطاب کرده فرمود: تو دیگر هرگز ثمری نخواهی آورد. و آن درخت در همان لحظه خشک شد. شاگردان از دیدن آن تعجب کرده پرسیدند: چرا این درخت به این زودی خشک شد؟ عیسی در پاسخ با آنان گفت: یقین بدانید که اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه تنها قادر خواهید بود آنچه را که نسبت به این درخت انجام شد انجام دهید، بلکه اگر به این کوه بگویید که از جای خود کنده و به دریا پرتاب شود، چنین خواهد شد. و هرچه با ایمان در دعا طلب کنید، خواهید یافت. عیسی وارد معبد شد و به تعلیم مردم پرداخت. سران کاهنان و مشایخ نزد او آمده پرسیدند: با چه اجازه دست به چنین کارهایی می‌زنی و کی این اختیار را به تو داده است؟ عیسی در جواب با آنها گفت: من نیز از شما سوالی می‌کنم. اگر با آن جواب بدهید، من هم به شما خواهم گفت که با چه اجازه این کارها را می‌کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود و یا از جانب انسان؟ بر سر این موضوع در میان آنها بحثی در گرفت. می گفتن: اگر بگوییم از جانب خداست، او خواهد گفت چرا به او ایمان نیاوردی؟
و اگر بگوییم از جانب انسان است، از مردم می ترسیم، زیرا همه یحیی را یک پیامبر می دانند. از این رو در جواب عیسی گفتند، ما نمی دانیم. عیسی فرمود، پس من هم به شما نخواهم گفت که با چه اجازه ای این کارها را می کنم. عقیده شما در این خصوص چیست؟ شخصی دو پسر داشت. او نزد پسر بزرگ خود رفت و به او گفت، پسرم، امروز به تاکستان من برو و در آنجا کار کن. آن پسر جواب داد، من نمی روم. اما بعد پشیمان شد و رفت. آنگاه پدر نزد دومی آمد و همین را به او گفت. او پاسخ داد، اطاعت می کنم ای آقا، اما هرگز نرفت. کدام یک از این دو بر طبق میل پدر رفتار کرد؟ گفتند اولی. پس عیسی جواب داد، بدانی که باجگیران و فاحشه ها قبل از شما به پادشاهی خدا وارد خواهند شد. زیرا یحیی آمد و راه صحیح زندگی را به شما نشان داد و شما سخنان او را باور نکردید. ولی باجگیران و فاحشه ها باور کردند و شما حتی بعد از دیدن آن هم توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید. به مثل دیگر گوش دهید. مالکی بود که تاکستانی احداث کرد و دور آن دیواری کشید و در آن چرخشتی کند و یک برج دیدبانی هم برای آن ساخت. آنگاه آن را به باغبانان سپرد و خود به مسافرت رفت. هنگامی که موسم چیدن انگور رسید، خادمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا انگور را تحویل بگیرند. اما باغبانان خادمان او را گرفته، یکی را کتک زدند، دیگری را کشتند و سومی را سنگسار کردند. صاحب باغ بار دیگر عده بیشتری از خادمان خود را فرستاد. با آنان نیز به همانطور رفتار کردند. سرانجام پسر خود را پیش باغبانان فرستاده گفت، آنان احترام پسرم را نگه خواهند داشت. اما وقتی باغبانان پسر را دیدند به یکدیگر گفتند، این وارث است، بیایید او را بکشیم و میراثش را تصاحب کنیم. پس او را گرفته و از تاکستان بیرون انداخته به قتل رسانیدند. هنگامی که صاحب تاکستان بیاید با باغبانان چه خواهد کرد؟ آنها جواب دادند، آن مردان شریر را به عقوبت شدیدی خواهد رسانید و تاکستان را به دست باغبانان دیگری می سپارد تا هر وقت موسم میوه برسد سهم او را بدهند. آنگاه عیسی به آنان فرمود، آیا تا کنون در کلام خدا نخوانده اید؟ آن سنگی که بنایان رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. این کار خداوند است و به نظر ما عجیب می آید. بنابراین به شما می گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که ثمراتی شایسته به بار آورد. اگر کسی بر روی این سنگ بیفتد خرد خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر روی کسی بیفتد او را به غبار مبدل خواهد ساخت. وقتی سران کاهنان و فریسیان مثل‌های او را شنیدند، فهمیدند که عیسی به آنها اشاره می‌کند. آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما از مردم که عیسی را پیامبر می‌دانستند می‌ترسیدند.